درود دوستان عزیز، برنامه دور است و ما در این برنامه راجع به کمک‌های عنوانی اجتماعی همراه کارشناسان صحبت خواهیم کرد و بعضی از پهلوهای این مسئله را به رشته تحلیل خواهیم کشید. و پیش از آنکه که صحبت را شروع کنیم، اول به اکران توجه میکریم و نواری نوبتی را تماشا میکریم. مرحمت. هفت نفرم خدا را شکر داد دخترچه من توی کردم برواردم. حاضر هم بچه پسر کلونی مایو بگریه آگایم. خجاینم کار میکنم. شکر میکنم. در بخچه همی چی معارف ده پسبان همی خریب نه ساده چند پر خجاینم اولیگ میگیرن معاش میگیرن مراجعت کهیم دکمین سپردیم دیده برمادن بعد که خیلی قبول کردن نه چند سال شد خدارش که گفته سیمه بروی بچه هم مایو بای یوردن میتین خواه رحمت کمت که تیبی همش بپلن قواز هایی میجه میگیریم میریم دختر خونه همش میگذاره بپل تو همی چی هاش آنالیزی که قیمتان هم وارا میگیرن توابط مینن اکی گه دل تست میگذارونم شو تا همین وقت میگذارم خیلی یک سال شد به فکر نبردم میش پلکین که نزدیک مینم دختری اساسی یا دوران نگهش مینم خب یک نفر شهروندی بود که از شهری ترنزاده ترتیب گرفتن کمک های عنوانی اجتماعی رو برای ما گفت که خودش چگونه به اون صاحب شده است و از کدام امتیاز ها برخوردار است. خب من یک سوال عمومی دارم به شما، اصلا کمک های عنوانی اجتماعی چیست؟ امروز در دایره قانون جمهوری تاجیکستان در باره کمک های عنوانی اجتماعی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 14 می سال 2020 تحت رقم 271 در باره تعیین مبلغ گذاری و پرداخت کمک های عنوانی اجتماعی به اویله های کمیزاد در تمام جمهوری تاجیکستان به توصیب رسیده است و در دایره قرار مذکور کمک های عنوانی اجتماعی کمک سراغوی یعنی کمکی است که به شهروند در دایره امکانات های امروزه بودجه دولت دادن می شود و این مبلغ های هستند که به اویله های خیلی آسیب پذیر هستند به آنها رسانده می شود و تعیین پرداخت آن در دایره تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در بالا ذکر کردم عملی شده ایستاده است و گفتنی هستم که من می توانم کمی تاریخی پیدایشی مبلغ گذاری کمک های عنوانی اجتماعی رو به شما حرف بگویم. یعنی که کمک های عنوانی اجتماعی هنوز از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان ما آغاز گردید و به تدریج زینه به زینه تا سال 2020 ما با فراغ گرفتن شهر و ناحیه ها و دوره آخرین فوراگیری شهر و ناحیه های جمهوری این سال 2020 بود و همین طریق یعنی این کمک های عنوانی اجتماعی اول تجربه بود، نظام تجربه میگذره و بعد سال 2020 تمام شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان در بر گرفت و دایره کمک های عنوانی اجتماعی خیلی ساده و دسترس است به تمام اویله های کم بیزد و شفافی این کمک های عنوانی اجتماعی نیست معلوم است. مکانیزم پرداخت کمک های عنوانی اجتماعی در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه و تذیب رسیده است و ترتیب تعیین و پرداخت کمک های عنوانی اجتماعی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها عملی می گردد، یعنی که سر شده از جماعت، ناحیه، شهر، ولایت و جمهوری. خب نفرانی که مثلا واقعا نیازمند هستند، آسیب پذیر هستند و چیکار کنند، چگونه مراجعت کنند و چگونه همین گونه کمک ها را دریافت کنند؟ در شکل دیگر این کمک های عنوانی اجتماعی در شکل کمک مادی هستند. اینها غیر از شهروندان و اولوی کمیزاد به قشر آسیب پذیر اهالی رسانیده می شوند منتظم از جانب مقامات جای حکومت دولتی شهر و ناحیه ها و ترتیب تعیین مبلغ گذاری و پرداخت کمک پول عنوانی اجتماعی به شهروندان و اویله های کمیزاد با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به امضا رسانیده شده است و آن همین ترتیب ترتیب مراجعت ترتیب به قیدگیری مراجعت شهروندان، یعنی شهروندان اون اویله هایی که در حالت دشوار قرار دارن و خود را کمی زواد می شمارن با کجا باید مراجعت کنند. در سطح اولیه طوری که علاقه گفته گذاشتن در سطح اولیه این محله ها هستن، این اداره های استفاده منزل می باشن در سطح شهر، در سطح ناحیه ها جماعت های شهر و دهات می باشن که به واسطه عریضه های شهروندان را قبول می نمویند. رئیس محله می تواند؟
Албатта раиси махалла метавонад он нафарон он ойлаҳое ки дар ҳолати душвор қарор доранд бо вази хонаводаи онҳо аз назик шинос шавад ва таҳлили вази хонаводаро албатта бо аъзои комиссия чунки дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот комиссияҳои фаъолият менамоянд ки бояд вази хонаводаро таҳлил намоянд хуб чӣ гуна меъёрҳои муайян намудани камбизоатӣ вуҷуд дорад бо кадом меъёрҳо шумо масалан муайян мекунед ки واقعاً همون اویلا کم بیزایت است، آسیب پذیر است و نیاز به همین گونه مبلغ خود دارد. البته میارها وجود دارند چونکه متدیکای معین کنی کم بیزایتی اویلا ها و شهروندانی کم بیزایت برای تعیین شدن کمک پولی عنوانی اجتماعی به تصویب رسیده است که به واسطه از جانب مقام وکالت دار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده است و طبق آن همین متدیکا البته اون نشان دهنده که به واسطه یعنی اون نشان دهنده که علاقه تقریبا ده هستند و این نشان دهنده ها طبق آن همین متدیکا تصدیق گردیدند و توسط معلومات شهروندی که درباره مال و اموال درآمد خود اویلا پیشنهاد مینمود یعنی که اون بلانکای ضروری که تصدیق می شود از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شهروند و یا اویلا در آلاهیدگی با عریضه مراجعت کرد و در اون بلانکای مخصوص یعنی بلانکای ضروری درباره مال و اموال درآمد خود درباره خراجات درباره درآمد عمان پورا تمام معلومات سردار اویلا و اعضای اویلا درج می‌شود و پیشنهاد می‌شود حجت مهمی سندی که بین اداره و متدیکای معین کردن اویلاهای کمبیزات هستند و در دایره متدیکای معین کردن اویلاهای کمبیزات از ایندیکاتوری معین کردن اویلاهای کمبیزات یعنی ارزیابی مستقیمی معین کردن اویلاهای کمبیزات هستند که این از طرف شریکانی روش خصوصا از طرف بانک جهانی با اکسپرت های ملی تهیه گردیده است و ایندیکاتوری معین گردیده این در سطح شهر 26 تا عدد هستند و در سطح دهات این 45 تا عدد هستند که در اونجا تمام وضعی کنونی اهالی جمهوری تاجیکستان درج گردیده است موافقی سه زمیمه عملی کرده می شود این در شکل عریضه یکم وقتی که شهروند به جمعیت دهات مراجعه میکند اون همه معلومات هایی که دایر به حیات اویلا و اعضای اویلا مفهوم در اونجا همه ثبت میگردد و در زمینه دوم این حیات اویلا شهروندی که اوید مراجعه به جمعیت دهات میآید و در زمینه سوم باشد اوید مال و اموال همه اعضای اویلا به نوبت گرفته میشود چوروا زمین نزدی حولیگی از اون جمله و خانه های استقامتی که در اون شهروند استقامت میکند حتی 8 میلیون به نوبت گرفته میشود با دستگیری تشکلات جمعیتی نشان داده ایستادن که کمک پولی عنوانی اجتماعی در حقیقت وظیفه خود را خوب عملی کرده ایستاده است از جمله شهروندان خیلی قناعتمندند از در اساس آن که کمک پولی عنوانی اجتماعی با نیازی مردم نگرانیده شده است البته یک چند مشکلی اساسی که در این زمینه درج می شود که مورد بررسی است پیش از همه این سنجش یا که پروژه نمودنی فعالیت کمیسیه های اساسی محلی که سنجش و نظارت اساسی معین کردن سطح نیازمندی مردم رو معین میکنند این است دویم مسئله که به واسطه تحقیقات نشان میدهد که ضرورت بالان برداشتن اقتدار کادری خب کارمندان اساسی که در سطح محل کار میکنند که به واسطه با شهروندان نیازمند کارهای فرماندهی قید به ضروریات ماهیت و پرینسیپ اساسی تعیین و پرداخت کمک پولی عنوانی اجتماعی میباشد سوم مسئله که من میخواستم دقت شما را جلب کنم که این به واسطه ضرورت بالان برداشتن معیار اساسی دسترسی یا که حجم اساسی کمک پولی عنوانی اجتماعی می باشد با همگو معلوم است که همه سالا سطح تورم تاثیر منفی خود رو به هر گونه مبلغ گذاری بودجتی تاثیر می رساند و اگر ما نگاه کنیم تقریبا از 4 تا 6 فویز افزایش نرخ استعمالی و کاهش سطح
قربی اثر به واسطه تاثیر منفی خود را به آن حجم کمک پولی عنوانی اجتماعی که به حالی نیازمند داده می شود تاثیر خود را می رساند و عین حال چطور که تحقیقات نشان می دهد حجم کمک پولی عنوانی اجتماعی 5.5% اساسی درآمد خانواده را تشکیل می کند. خوب وابسته به این مثلا طوری که می دانیم تا سال 2025 دوره به دوره کمک های عنوانی اجتماعی زیاد می شود. من می خواستم به شما سوال دیم که سال روان از بودجه مملکت چقدر مبلغ جدا گردید وابسته به این؟ برای تطبیق قرار مذکور سال 2023 تغییر لوا وارد کرده شده، اندازه کمک پول یعنی از روی نشان دهنده ها حساب کرده و تغییرات ها جو وارد کرده شد که سال 2024 ده نشان دهنده برای حساب ها و 25 باشد 11 نشان دهنده برای حساب ها. در سال 2024 برای تطبیق مکانیزم مذکور 227.7 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است که با نظر داشتی شماره گیرندگان اویلای کم بزاعت. حالا در جمهوری چقدر هستند اویلای کم بزاعت؟ طبق پیشنیاد همه وزارت تندرستی که برای تهیه بودجه پیشنیاد کرده می شود شماره اویلای کم بزاعت 234313 اویلا را در بر می گیرد. خیلی پیشروی زیاد به نظر است. اگر که ما در سال 2022 کمک پولی عنوانی اجتماعی به اویلای کم بزاعت 116 میلیون باشد، در سال 2023 و 154 میلیون شد و نگاه کنید در سال 2024 227 میلیون سومان شد. این یک جهش خیلی بزرگی هست که یعنی در همین دوره سیاست دولت و دقت خود رهبری دولت وابسته به دستگیری اویله های کمزیاد و نیازمند خیلی ایون روانه کرده شده است. مبلغ های کمک های عنوانی اجتماعی چگونه داده می شود؟ در سمت کمک های عنوانی اجتماعی در روند حساب برکنی های غیر نقدی کارخانه های دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان یک جا با اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان پرداخت های کمک پولی عنوانی اجتماعی را به طور الکترونی براه ماندن که در آن پرداخت مبلغ گذاری همه توسط الکترونی عملی کرده می شود. فایل ها به بانک الکترونی وارد می گردند، پرداخت خراجات همش به طور الکترونی عملی کرده می شود. حتما نیست اینکه آنها کارت باید داشته باشند. آنها می توانند به بانک بیایند و برای آنها در بانک صورت حسابی دپوزیتی مخصوص کشیده شده است. از توسط آنها مبلغ هایشان را دسترس نمایند. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای خدمت رسانی به گیرندگان کمک پولی عنوانی 0.8% مقرر گردیده است از مبلغی که به بانک وارد میگردد. دیگر امتیازات نیز پیش بینی گردیده است، خصوصا امتیاز برای تبابت رایگان در موسسه طبی دولتی. آنها چگونه صاحب میشوند شهروندان؟ شهروند وقتی که مقامی همچو کم بزاعت بودنش اعلام میگردد، یعنی که در برنامه کمک های عنوانی اجتماعی وارد میگردد و به او معلومات نمان میدهند که او اویلای کم بزاعت دانسته شده است در مابین 12 ماه و با همین معلومات نمان که از طرف بخش حفظ اجتماعی مقامات اجرایی حکومت دولت شهر نایه های دسترس میگردد و میتوند در اساس معلومات نمانش با مؤسسه های طبی دولتی تندرستی مراجعه کند. این چنین در اساس این معلومات نامه و میتواند که با تحصیلات میانه مکتبی این چنین تحصیلات عالی نیست پیشنهاد نمید. اگر شرط نامه داشته باشد میتواند که در اساس همین معلومات نامه با دیگر امتیاز ها او هم نیز برخوردار شود و بسیار اولاهای کمیزات کوشش میکنند که خصوصا برای گرفتن همین معلومات نامه و یا حجت میسپارند برای گرفتن مقام کمیزاتی. اصلا کمک های عنوانی اجتماعی این برای پرداخت پول برق است. این یکی از مانیتیزاسیای امتیازی اوید با برق بود، یعنی مانیتاز یعنی مبلغ گرداندن امتیاز به حساب میرود. بغیر از کمک های عنوانی اجتماعی استوار باز کمک های یک دفعه اینه نیز هست، اون چگونه معین کرده شد؟ مبلغ چگونه جدا می شود؟ از سال 2020 قریب هر سال از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک های یک وقت اینه به خود همین اویله های کم می زاید
پیشبینی و تعیین و پرداخت کرده میشد. یعنی در دوره برنامه کمک های عنوانی اجتماعی همین کمک های یک وقته اینه که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و مبلغ 400 سومان 500 سومان 600 سومان پیشبینی میگرده پرداخت کرده میشود. و سال روانم یعنی سال 2024 هم با اویله های کمبیزاد کمکی یک وقته اینه پیشبینی گردیده در اساس شرطنامه سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک عمومی جهانی چون کمک بلی پیشبینی گردیده است. لیکن در اینجا یک نازکیش است، یعنی که اگر امروز ما در برنامه کمک های عنوانی اجتماعی 233,000 اویله کمبیزاد داشته باشیم، این مبلغ کمک پولی یک وقت اینه که 600 سومان معین گردیده است اویله کمبیزاده که در سالهای 2023, 2022, 2021 آنها از کمک های یک وقت اینه برخوردار نگردیده بودن به هانو پرداخته میشن. بغیر از این دیگر شرطش است که کمک پولی یک وقت اینه 600 سومان به اویله های کمبیزاده پرداخت کرده میشود که در اویله دو و زیاده معیوب داشته باشد، در اویله سه و زیاد کودکی تا 16 ساله داشته باشد، در اویله شخصی از 65 ساله داشته باشد. به همین کتگوری اویله های کم بیزاد که در دایره برنامه کمک های عنوانی اجتماعی معین گردیدن 110,000 اویله به همونها پرداخت کرده می شود. من این مسئله را برای چی خواستم در برنامه امروز مطرح کرده، چون این سوال هست که شهروندان کمبیزاتی ما پاسخ می خواهم برای که پگو آنها فهمند که با کی همین کمک پولی داده می شود. برنامه که وابسته به کمک های اونهای سالهای 2018-2020 عملی گردید چگونه بود؟ برنامه سال 2020 به اتمام رسید و در دایره برنامه مذکور آن هدف و نقشه بندی و پیشبینی هایی که در برنامه نشان داده شد ما با اون نایل گشتیم. یعنی که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره کمک های عمومی اجتماعی فرا گرفتن تمام شهر و ناحیه ها جاری گردید. برنامه مخزن یگانه کمک های عمومی اجتماعی تاسیس یافت. اویله های کمبیزاد در دایره برنامه کمک های عمومی اجتماعی از شرط و شرایطش با واسطه برنامه خبردار شده. و امروز وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تصمیم گرفته است که برنامه نوی کمک های عمومی اجتماعی رو تهیه نماید و در برنامه لایحه‌ای که ما حاضر از طرف متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تهیه گردیده است شرط و شرایط و تمام و دیگر نقطه های دیگری که در قانون در برای کمک های عمومی اجتماعی درج کرده است این طرف رو ما تهیه کرده و پیشنهاد می نماییم. یعنی که تهیه نمودن برنامه وقتی معاینه رو می گیرد و ترتیب پیشنهاد کردن به حکومت جمهوری تاجیکستان وقتی معاینه می گیرد. لیکن ما می خواهیم یک برنامه تجدید شود که نقشه بندی آینده نظامی کمک های عمومی اجتماعی باز شفافتر و معلوم باشد. فکر شما برنامه‌ای که عملی گردید چی کمبودی ها داشت؟ برنامه عملی گردی یکون کمبودی نداشت. و چیزی که داشت همش عملی شد. قشری آسیب پذیر جامعه کم بیزاد اون من در کدامی از منطقه ها بیشتر دیده می شود؟ یک چیز را به این اوبت گرید که 93% ما کهسار است. همگی ما 7% محید ما همواری داریم و البته بیشتر اویله های کم بیزاد در منطقه های کهسار هستند، خصوصا در ولایت بدخشان ناحیه های کهسوری ولایت سوخت و ناحیه های خیلی دوردست ولایت خطان و ناحیه توبه جمهور. مثلا در ناحیه عینی شموره فویزی اویله های کمبیزاد اگر 25% باشد در مثلا ناحیه رودکی همگی بین 9% است. مثلا در ناحیه روشقلا اگر فویزی کمبیزادی 30% باشد در ناحیه وحدت همگی 10% است. یعنی که این از منطقه جغرافی جایگیر گرفتنی ناحیه ها خیلی و خیلی وابستگی دارد. از همین لحاظ ما میخواستیم برنامه نوی کمک های عمومی تهیه کنیم، چون که وابسته به موقع جغرافی و درآمدناکی ناحیه را به این آورده. خب اویله هایی که
کم بیزاعت هستند، آسیب پذیر هستند. در آن آیله ها قوه های کاری هست، نه؟ یعنی نفرهایی که بیکار هستند، جای به جای کار نیستند، ولی قوه های کاری هستند. خب برای آن که مثلا همین مشکل آنها برطرف شود، کمیزیاتی شدید از بین رود، کار پیشنهاد می شود؟ شهروندی که در برنامه کمک های وارد گردیده است، تمام معلومات در باره هست. چند نفر هستند در اینجا، چند کس قابلیت کاری دارند، چند نفر بیکار هستند، همه این چیز هست. و برنامه نوی لایحه کمک های عمومی که ما تهیه میکنیم، ما همه چیز را به این نوبت گرفته ایم. یعنی که باید که ما با واسطه جلب نمودن دیگر برنامه های به شغل فرا گرفتن اهالی، آهسته آهسته ما مسئله های کمبیزاتی احالی را پس کنیم. یعنی وقتی شخص قابلیت کاری داشته، او را با واسطه وزارت مهنت مهاجرت و شغل و احالی و ساختار تابعی این وزارت، ما او را به کسب آموزی و دیگر کردن فعالیت کاریش که در بازار این شغل بیشتر فرا گرفته میشد، با این برنامه ها فرا گیریم و آهسته آهسته جلب نمودن کارس های خور در برنامه نوبتی پیش بینی شده است و در برنامه مساعدت به شغل اهالی این چیز هم پیش بینی گردیده است. و این چنین ما نگاه نکرده که در برنامه قلبی این مسئله به شغل فرا گرفتن اویله های کمبیزاتی قابلیت کاری داشتن پیش بینی نشده. به هر حال ما هر سال هر زمه ها با وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی اویله های کمبیزاتی که در داخل این اویله ها شخصانی قابلیت کاری مهنتی است ما پیشنهاد می نماییم. یکی از ایندیکاتورهای اساسی در متدیکا تصدیق شده است این اون اویله هایی که شماره کودکان خردسال نابالغ دارند. یک نقطه اساسی دیگر رو میخواستم قید نمایم که زیاد شدنی حجم کمک پول عنوانی شمایی ما گفتیم و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که در سال 2022 به امضا رسانیده شده بود، زیاد شوی حجم کمک پول عنوانی اجتماعی رو به اولوی کمیزات پیش بینی کرد. در سال 2023 یعنی از نیم سالای دیومی سال 2023 علاقای حجم کمک پول عنوانی شمایی زیاد گردید، چون که اون تا نیم سالای دیومی سال 2023 نابالغ نیز پرداخت کرده می شود. با اولوی کمبیزات از روی 8 نشان دهنده مبلغ پرداخت می شود، علاقای از نیم سالای دیومی سال 2023 از روی 9 نشان دهنده پرداخت گردید. و ایلاوتن با اولوی کمبیزات با اون اویله هایی که کودکان خردسال یعنی کودکان نابالغ تا سن 16 ساله دارند، با سر هر یک کودک نیز کمک پولی ایلاوگی پیش بینی گردید. و این کمک پولی در سال 2023 ایلاوتن با کمک پولی عنوانی شمایی با سر هر یک کودک نابالغ از اولوی کمبیزات کمک پولی پرداخت گردید. در سال 2024 نیز این کمک پولی با اولوی کمبیزات و همین کودکان خردسال تا سن 16 ساله پیش بینی شده است. علاقه در ماه ینوار فوریه علاقه این مبلغ ها مبلغ گذاری از جانب وزارت مالی جمهوری تاجیکستان انجام داده شد و توسط امانت بانک علاقه اویله های کمبیزات هم کمک پول عنوانی شمای را در حجم نمون 10 نشان دهنده که نمانده وزارت مالی گفتند تعیین شده است میگیرد و سری هر یک کودک از روی یک نشان دهنده کمک پولی پرداخت شده ایستاده است. برای تحصیلی فرزندان آنها اگر امتیاز هست؟ در قانون گذار وابسته به تعلیم رایگان پیش بینی نگریده است. عموما تعلیم در مؤسسه تحصیلات عمومی رایگان است، یعنی در مؤسسه های اولی که اویله کمبیزات یعنی حقوقی رایگان تحصیل کردن پیش بینی نگریده است. این وابسته دارد تنها با همون دانشکده اولیه که اگر در اوینومش باید پیش بینی کرده شده باشد وابسته به دستگیری اویله های کمبیزات. شهروندانی که مسئله خود را کمبیزات میشمارند در محل زیست خود یعنی در شهرک یا که جماعت دهات مراجعت می نمایند و اون انکیته هایی که در قانون طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده شده است در جماعت یا که همون شهرک پر کرده می شود با شخصی متصدی که در جماعت یا که مقصد شهرک فعالیت می نماید در کتابی به قیدگیری کمک های عنوانی اجتماعی به قید گرفته می شود و سپس با مهری رئیسی جماعت یا که شهرک در مهلت 10 روز به بخش حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اردک مقصد ناحیه کشور مراجعت کرده می شود. بعد از 10 روز از جانب سرداری بخش با نظیران کارگزار سپرده می شود همون انکیتای شهروندان و در مهلت 10 روز نظیران کارگزار مقصد
در برنامه اطلاعاتی کمک‌های عمومی اجتماعی به علاوه یا که به خطا اون رو وارد برنامه می‌سازند و اون پرونده در برنامه کمک‌های عمومی اجتماعی در مهلت یک ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس بعد یک ماه طریق خطی یعنی آگاهی‌نامه رد یا اینکه آگاهی‌نامه تعیین دست با مهری امضایی سرداری بخش اجتماعی اهل مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یا شهر دسترس شهروند گردانده می شود. خب بعد از یک ماهی که مثلا تصدیق کردید و می تواند دیگر کمک های عمومی اجتماعی را سایم شود؟ علاقه که وقتی که اعتراف کردید یعنی امو گیرنده امو آگاهی نامه که تعیین در دست شهروند گردید و علاقه گیرنده کمک های عمومی اجتماعی بودن مثلا عریضه هایی که رد کرده شد و با چه دلیل رد کرده شد؟ بعض این اویل هایی هستند که مقصد مال و اموال آنها با برنامه اطلاعاتی کمک های عمومی اجتماعی موافقت نمیکنند لیکن سطح اینه که اولی آنها موافقت نمیکنند آنها رد میگردند. برای دیگر کمک پولی گفتیم برای تحصیل در مکتب ها علاکه همین قرار برای پرداخت کمک پولی برای مکانیزم تعیین و پرداخت کمک پولی با کمک پولی عمومی اجتماعی با اولای کمیزاد در زمینه دو قرار دیگر جاری کرده شده است که قرار یکم درباره کمک پولی با اولای کمیزاد که فرزندانشون در مکتب های تحصیلات عمومی تحصیل می نمایند و قرار دوم برای پرداخت جبران پولی برای استفاده قوای برق و گاز با اولای کمیزاد در زمینه همین دو قرار همچون سراغوی گذشته و کمک های عمومی اجتماعی جاری کرده زینه به زینه سال به سال تا سال 2020 پر در سطح جمهوری جاری کرده شد. برای کم شدن سطح کمیزادی در جمهوری تاجیکستان شما چی پیشنهاد دارید چی نظر دارید؟ موردی قید است که Айни хол ташкилоти ҷамъиятӣ бевосита дар радифи ҷустуҷӯи механизмҳои ба кор ҷалб намудани табақаҳои осебпазирро ҷустуҷӯ мекунад ва дар доираи силсилаи тадқиқотҳое ки аз ҷониби офиси АКТЕД бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии ҷаҳон гузаронда шуд як механизми ниҳоят ҷолиб мавриди омӯзиш қарор дода шуд ба ҳамагон маълум аст ин як шакли навам гӯем хато намекунем фаъолияти соҳибкории иҷтимоӣ аст фаъолияти соҳибкории иҷтимоӣ ин бевосита як намуди шуғл аст ки дар он ҷо бевосита нақши асосиро барои ҷалби табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз ҷумла маъюбон ва оилаҳое ки бевосита ба дастгирӣ ниёз доранд мебошад ва нақши асосӣ дар ин ҷо он субъектҳои хоҷагидории ки соҳибкории хурду миёна ки айни ҳол фаъолияти худашро пеш мебаранд хеле нақши калонро мебозанд таҷрибаи давлатҳои ҳамсоя бевосита федератсияи россия қазоқистон ӯзбекистон аз он шаҳодат медиҳад ки ташкил ва пешбурди фаъолияти соҳибкории иҷтимоӣ метавонад пеш аз ҳама ба қувваи корӣ ҷалб намудани он табақаҳое ки ва он гурӯҳҳои маъюбоне ки айни ҳол масалан қобилияти корӣ надоштанд ё он ки бо корҳои иқтисодӣ я чи тавре ки мегӯянд ки инклюзии иқтисодӣ ҷалб набуданд хоб чунин шароитҳое ташкил намоянд ва айни ҳол якчанд пешниҳодҳое ҳамчун буданд оид ба таҳия ва пешбурди нақшаи чорабиниҳо барои дастгирӣ намудани чунин фаъолият ва ба худи кумитаи андоз ва дигар вазорат сохторҳои дахлдорон пешниҳод шуда буд ва мо умед дорем ки ташкил ва пешбурди чунин як фаъолияти нав пеш аз ҳама як мушкилоти асосиро ҳаллу фасл менамояд ин мусоидат ба шуғли пурмаҳсул он табақаҳои осебпазире ки айни ҳол ба ин фаъолият ниёз доранд ташаккур зиёд ки дар барнома иштирок кардед хуб дӯстони азиз барномаи давр буд ва мо дар ин барнома роҷеъ ба кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ суҳбат доштем бо мутахассисон ҳадафи мо аз таҳияи ин барнома ин аст ки ин гуна масъалаҳоро ба ҷомеа пешниҳод кунем ва роҳи ҳалли онро пайдо намоем хайр то дидори дигар